سلام به همه دوستان در این درس میخوایم یه فعل خیلی مهم آلمانی رو یاد بگیریم که بسیار کاربردیه چه در صحبت کردن و چه در امتحان آلمانی که سوال خیلی از دوستانم بود در قالب جملاتی که میخواستم بدونن معنیش به آلمانی چی میشه خب اون فعل چیه فعل Abholen. Abholen یه فعل جدا شدنی هستش که معنیای در اصل کسی رو از یه جای برداشتن یا مدرکی رو یا یک چیزی رو که داشتید از یه جایی میخوای تحویل بگیرید هستش که خیلی کاربردیه دوستان خب چطوری استفادهش میکنیم میگم که ich hole mein Kind vom Kindergarten ab ich hole mein Kind vom Kindergarten ab ich hole mein Kind vom Kindergarten ab یعنی من بچه‌مو از مهد کودک ور میدارم یعنی چی یعنی بچه دیگه داره تعطیل میشه شما میرید اون بچه رو ور میدارید میارید به این کار میگن اپولن که میتونه برای یک آدم هم در این فل صدق می‌کنه یعنی شما میرید یه نفر یا یه جای ور میدارید حالا میاریدش منظور اینه تحویلش می‌گیرید ساده‌ترش میتونم بگم بخوام بگم که فردا من تو رو میام سوار میکنم میبرم خب یعنی حالا یه باشه قرار دارید میخواید بگید من با ماشین حالا میام دنبالت یا یعنی اینکه میام به در مدرسه تحویلت میگیرم میگه میگید که اش هول دش ماگن اپ اینا همه زمانهای حاله درسته اپ جدا شدنیه هولنش میمونه جایگاه دو اون پیشوندش میره ته جمله در زمان حال اش دیش دش ماگن اپ بعدش هم اکوزاتیو میبینید دیش اومده اش هول دش ماگن حالا اگه... وقتی یه دختر رو بردارین چی میشد؟ ایش هول زی ماگن اب اگه پسر بود چی؟ ایش هول این ماگن اب حالا میخوام سوالی بپرسم که پیشنهاد بدم در از بیام دنبالت میشه زل ایش دیش اب soll زل dich abholen soll ich dich abholen. یعنی آیا بیام دنبالت منظور میری دنبالی یه نفر حالا میبریدش حالا یه جایی یا میرید بیرون یا حالا هر چیزی از یه جایی یا تحویلش میگیرید زلیشش اپول پس فعلا در حالت اول برای آدم ها استفاده میشه حالت بعدیش که خیلی استفاده داره زمانی هستش که شما میخواید بدید یه مدرکی یک شیعی یک چیزی که به شما تعلق داره منتظرش بودید مثل نامه مثل هر چیزی رو تحویل بگیرید از یه جایی بردارید بیاریدش از ادارهی به طور مثال به فرض من امتحان به اینس یا به اصفایی دادم یا سه 1 میخوام برم مدرک همو بگیرم چی میگم؟ اش مشته من سایگنس اپ هولن اش من اپالن. یعنی من میخوام مدرک هم بگیرم کافی اینو بگید. یعنی جمله همیشه ثابت میمونه این, تر... فرمول بندی فقط اون چیزی رو که میخوای تحویل بگیرید تغییر میکنه درست جمله که همیشه به کارتون خواهد اومد میرید داخل میگید که اشماشت من سایگنس اپولن و یا اشماشت من اون میخوام مدارکم رو تحویل بگیرم میخوام مدارکم رو بگیرم ich möchte meine Unterlagen abholen موقعی که برای شما یک آسوایس جدید و یا پاس جدید صادر میشه و میخواید برید تحویل بگیرید موعد شده میرید اونجا و میگن چی کار دارید میگید ich möchte meinen Ausweis abholen ich möchte meinen Ausweis abholen Ausweis Der Karten Karten war Passhampo, Ich möchte meinen Pass abholen. passieren yani Passport. Ich möchte meinen Pass abholen. Ich möchte meinen Pass abholen. Ich möchte meinen Ausweis abholen. Ich möchte meine Unterlagen abholen. Ich möchte mein Zeugnis abholen. Bei Ihrer ja, Beweispost, Montasille Postbuddhist, حالا پست رو تحویل ندادن میخواهید برید که معمولا یه ستل میندازن تو صندوق پستتون که شما حالا نبودید حالا بودن یا نبودنتون به کنار بعضی وقتا این پستی این کارا رو میکنن بعد میخواد برید تو اون دفتر پست اون حالا پاکتی رو که منتظرش بودید یا نامش رو حالا هر چیزی بود تحویل بگیرید هم میتونید این جمله رو بگید میرید تو میگید من پاکت mein یعنی میخوام که اون پاکت هم رو تحویل بگیرم خب حالا گذشتش چی میشه؟ حالت پرفکت بگیم ترکیبی از هابن در جایگاه دو جمله و پارتیسیب که ته جمله میاد برای فعل اپولن میشه اپگهولت بالا گفتم که ایشاب هابن من کیند فوم خب حالا میخوام بگم که حالا تصور کنید اسم بچه آنا بوده حالا میخوام بگم که آنا رو من از, کین... از مهد کودک برداشتم یعنی تحویلش گرفتم اووردمش Ich habe Anna vom Kindergarten abgeholt. 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 Yani -Kudak ich möchte meinen Ausweis abholen. آسوایس جدیدم رو یا کارچناس جدیدم رو تحویل گرفتم رفتم گرفتمش از آم از آسلند آمت یا بورگ آمت تا هر جایی میگم که ایش هاب گستن مین نوین آسوایس ابگهولد ایش هاب گستن مین نوین آسوایس ابگهولد یعنی من رفتم تحویلش گرفتم سوالی میخوام بپرسم که آیا مدرک رو تحویل گرفتی؟ حالا مدرک به اینس به هر چیزی میگم که هست دو شان دین هست شان دین سایگنس یعنی آیا مدرک تو تحویل گرفتی بله این هم از فعل مهم اپولن که امیدوارم که این درس رو دوست داشته باشید و بتونید از این جمله در زندگی روزمره استفاده بکنید حالا شما به من بگید که آیا شما چیزی رو تا اپولن کردید یا خیر میتونید در قالب یک جمله به عنوان تمرین بنویسید دوستان این تمرین ها خیلی مهم است اگر شما موقع یک درس رو یاد میگیرید و بعدش تمرینش رو جواب میدید خیلی بهتر تو ذهنتون خواهد نشست این سوال خیلی از دوستان که روش های یادگیری چیه من روش های یادگیری رو در قالب ویدیوهای مختلف کوتاه توضیح دادم یعنی اگر من این راهکارهایی که به شما میگم و رعایت کنید مطمئن باشید که تو زبان آلمانی خیلی زود پیشرفت خواهید کرد تا درس آینده خدا نگهدارتون